با سلام و درود. از شهر خارکوف خبر می رسه که شهرک متصل به شهر بزرگ خارکوف کوپیانسک در حال سقوط است. رئیس جمهور اوکراین به نظر می رسه که در آستانه سرکشیدن جام تلخ صلح باشد و مطابق گزارش کلباس سرمایه گذار امریکایی، چین آماده حمله به تایوان و انتقال جنگ به غرب شده. این مواردی است که در سرخط اخبار مهم است از نظر ما البته قرار داره. کلباس سرمایه‌گذار آمریکایی در این حال بنیانگذار مؤسسه کانزرویشن اکویتی منیجمنت است. این آدم میگه که رئیس جمهور چین مصمم به اعلان جنگ با غرب و همزمان حمله به تایوان است و این حمله احتمالا به کار برده قبل از پایان 2024 اتفاق میفته. خب، دلایلی که یادم گفته است که چین تمرینات نظامی خود را در اطراف تایوان افزایش داده و این تمرینات نظامی به مرحله پایانی خود در حال رسیدن است. بنابراین چین در یک آمادگی برای یک جنگ احتمالی به سر میبرد و چنانچه آقای باس اشاره میکنه که در چین یک قانون جدید ضد جاسوسی ماه گذشته اجرایی شده که اختیارات دولت در مجازات یا بسیار در مقابله با تهدیدهای آشکار علیه امنیت ملی چین کاملا افزایش میده و این به اصطلاح یک فضای جنگی را درست کرده. چین با تمام قوا مثلا با پالایش سوخت دیزل دریایی، یعنی استحصال دیزل دریایی پیش میره، بسیار فعالیت های خود افزایش داده، در تیل دیزل اینا ذخیره میکنن به خاطر از اینکه این نشان میده که افزایش تقاضا برای سوخت دریایی در شرایطی چی است؟ در شرایطی که یک جنگ عظیم روی میده، اینا ذخایر خود پر میکنن. این سرمایدار امریکایی گفته که ما خواهان جنگ نیستیم، هیچ یک از ما، اما ما میخواهیم برای کل جهان غرب بگویم که شی جین پینگ جنگ به خانه شما خواهد آورد. خب البته این در حد چون آدم مهم است، یا سخنانش من نقل کردم. در اوکراین نیروهای مسلح اوکراین گفتن که پرتاب موشکای کینزال به مقر و انبارهای تجهیزات و مهمات اوکراین که از کشورهای مختلف ناتو آورده شده در نقاط مشخص جابجا شده ادامه داره. روسا با کشف محل انبارها اونا را مورد حمله قرار میدن. نشریه بیلد میگه که اوکراین به زودی باید ضد حمله ارتش روسیه را دفع بکنه. یعنی میگه که یک ضد حمله از طرف روسیه در راه است. اینجا خبرنگار آلمانی رونزایمر اطلاع داده که نیروهای اوکراین امیدوار است ایتو توری چی میکنن احتمال میتن که جبهه جنگ در حال فروپاشی است و این فروپاشی از خارکوف آغاز شده. در سرخط اول هم که من بیان کردم شهر کوپیانسک در حال سقوط است و این نشریه به این باور است که کیف به زودی باید مذاکرات صلح تلخ با روسا شروع بکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه دنیای غرب علی رغم تدارکات بسیار فراگیر نظامی و این کدام موفقیت در ضد حمله های اوکراین نمی بینه. ترس بزرگ اوکراینیایی است که مردم در غرب ممکن است بر ما یک روز بگوین که شما خودتان می بینین که موفق نمیشین، ادامه مبارزه منطقی نیست، بهتر نیست که مذاکره کنید. حال اوکراین به می نتیجه رسیده و در برابر این سوال ها قرار داره. خب
در جنبندی این روزنامه‌نگار آلمانی گفته شده که با دفع عملات مسلح اوکراین، نیروهای مسلح اوکراین، حال ممکن است روسا دست به حملات فراگیر بزنند. اگر روسا حملات خود آغاز کنند، ایتو نیرویی نیست که در برابر از اونا به شکل به اصطلاح بازدارنده عمل بکنه وجود نداره. خب البته در روزهای اخیر دیده میشه که چندین منابع خبری وابسته غرب به غرب در مورد ناکامی ضد حمله و احتمال مذاکره صحبت میکنند که در گذشته چندان به این مسائل اشارات نداشتند. خب قبل از ضد حمله ناکام اوکراین، کل روزنامه ها در حمایت از حملات اوکراین و تصویر پیروزی های خیالی اونا بسیار پروپاگاند میکردن، طوری نشان میدادن که اوکراین روزانه یعنی شهر پشت شهر میگیره. حال ادبیات رسانهاییشان تغییر کرده، تغییر موضع این روزنامه ها از حمایت عمله اوکراین به تخریب جنگ اوکراین به چشم میخوره. این تغییر موضعشان این دیگه نشانگر یک نوع آماده سازی روان جمعی غرب برای قبول شکست و مذاکره است. چرا؟ به خاطر از اینکه مالیات بسیار بزرگی از مردم در اروپا و امریکا در این جنگ ضایع شده، غرب کوشش میکنه که این ناکامی نظامی را چی کنه، یک به اصطلاح تقصیرش بر سر رهبران نظامی و سیاسی اوکراین بیاندازه. یعنی به این ترتیب پالیسی های ناکام خود بپوشانه. خب اما جنگی که آغاز شده خصلت جهانی داره و از این شکست ها چندین شکست دیگر آمدنی است، و دلیل ازی که شکست در اوکراین به معنای ختم جنگ در اوکراین نیست. ما بارها گزارشات خود و به اصطلاح با توجه به احتمالات و فاکت هایی که وجود داره معطوف کردیم که جبهات دیگه از جمله جبهه افریقا و بالتیک و پولند اینا متوقف نمیشه. طوری که اشاره کردیم مقامات اوکراینی از مردم ساکن در شهر کوپیانسک خواسته که فوری از شهر خارج شوند به دلیل پیشروی اخیر روسیه در قسمت های شمال شرق که نبردهای بسیار سنگینی هم اونجا در جریان است. یعنی قوای روسی فقط 5 میل مانده تا به مرکز شهر برسه، بنان اینا گفتن که شهر را تخلیه بکنن. ارتش روسیه در می استقامت حملات خود بر شهر پتروپلوفسک و سینکووکا شدت داده. این ایرا بیوقفه عملات خود انجام میتن و کوشش دارن که عقبگاه قوای اوکراینی را در این منطقه تصرف بکنن. به همین خاطر اینا امر به تخلیه شهر دادن. فرمانده نیروهای زمینی اوکراین سیریسکی مثل که خطر احساس کرده. هواپیمای روسیه قبلا از زمین استقامت شمال شرقی وارد سینکوفکا شده و اونجا را بمباران میکنن. خب به هر حال اگر این سینکوفکا سقوط بکنه، راه به طرف قسمت شرقی کوپیانسک کاملا باز میشه. خب این در اینجا فرقه 124 دفاع ارضی اوکراین اینا قماندانش گفته که با توجه به تلفات زیاد پرسونال در صفوف نیروهای اوکراین یک ضعف روحی شایع شده. این ضعف روحی متعاقبش موارد خودکشی بین سربازا را افزایش داده. این اولین گزارشات است که در مورد خودکشی نیروهای اوکراین مواصلت میکنند. بنان این فرمانده دستور داده که به منظور جلوگیری از خودکشی در خط اول جنگ نباید به سربازهایی که تازه آورده میشن یعنی مهمات داده شوه، اسلحه داده شوه و اونا را کاملا راست به خط جبهه ببرن. ما شما در این باره از ویدیوهای زیادی را دیدیم که یک جوان میگیره دست و پایش بسته میکنه راست میبره در خط اول. ای چی مونا؟ ای بحران نظامی را نشان میده که سربازا را به زور و میدان جنگ میفرستن و اونام
که مردم عادی هستن، اونا دست به خودکشی میزنن. چرا؟ به خاطر از اینکه اونا میدونن که بر از اونا در این جنگ مرگ حتمی هدیه داده میشه، نه چیز دیگه. ارتش اوکراین فاقد نیروی هوایی و تجهیزات پیشرفته است. ضد حمله اخیر که نشان داد در استقامت های مختلف در واقع یک قتل عام آشکار جوانان اوکراینی بود. اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه و یک راه مذاکره باز نشود، امکان دارد که ارتش در مقابل حملات روسیه تسلیم شود. یعنی تسلیمی کتله قطعات، و امکان دارد که از رهبری نظامیان ارشد اوکراین اینا سرپیچی بکنن و ای میتونه منجر به کودتا شود. چرا؟ مردان جوان در اوکراین در حال تخلیه شدن هستند. کمبود نیروی جوان است. پیشنویس یک قانون برای محدود کردن نوجوان های 16 تا 18 ساله، یعنی محدود کردن سفر از اینا، حالا آماده شده که اینا به خارج نمیتونن سفر بکنن. شما تصور بکنید چه رقم باخت آمده و اینا به چه قیمتی میخوان که این فاجعه را پیش ببرن. تمام افراد حکومتی اوکراین فرزندان خود از قبل پیشا پیش به اروپا بردن. ما روز از در مورد دختر روزنیکوف و شما خبر دادم که در یک قلم موترهای بسیار پیشرفته را میخره 6 میلیون دلار، 5 میلیون دلار بازور اعلان میکنه و خودش میرقصه. فرزندان خودشان به اروپا و فرزندان 16 18 ساله اوکراین به اصطلاح ممنوع خروج کردن که اجازه سفر ندارن. خب این دیگه چرا میگن که به اصطلاح یک اوج دیوانگی نیو فاشیستا میتونه باشه؟ یعنی تمام جوان ها رو به یک ماشین گوشت اینا میفرستن. وضعیت به جای کشیده که خردسالا اوکراینی به اصطلاح میخوان که از خارج دعوت بکنن بیان به جنگ اینا رو بفرستن. از خارج هم کسی میه؟ خب چی معنایی؟ این معنایی است که این جنگ دیر یا زود ختم شده نیست. روسیه اینا رو در جنگ شکست داده، اما در تاریخ خواهد ماند که روسا در جنگ با اوکراین 1 میلیون نفر کشتن و ای به عقده اوکراینی در آینده اضافه میشه. چرا؟ اوکراینی از نظر تاریخی از روی یک وقته می جنگد. اگر ما تاریخ اوکراین ببینیم، ما طولانی نمی سازیم برنامه را، کاملا مصداق به می حرف ماست. اما با وجودی که تمام این فجایع رخ میده، یک اقلیت کوچک تمام اوکراین و گرو خود گرفته. این بود مواردی که در این برنامه مطرح شد و به نظر می رسد که اگر شهر کوپیانسک سقوط بکنه و خارکوف رایش باز شود، تغییرات دراماتیک رو خواهد داد که البته یعنی شروع یک تغییرات سیاسی به خاطر مذاکرات اجباری و تلخ خواهد بود. تا برنامه بعد.